پانوراما زنده از امام حسین تیوی در کربلا. سلام بر شما، وقتتون بخیر. من مسعود بهنام هستم و شما بیننده اولین قسمت از برنامه پانوراما از شبکه امام حسین علیه السلام هستید. شهادت عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو خدمت شما تعزیت عرض میکنم. در این قسمت حکم ترک حدود الهی در صورت بدبینی به اسلام رو مورد تحلیل و بررسی قرار میدهیم و با کارشناسان به بحث و گفتگو میپردازیم و در ادامه با مراجعه به شبکه‌های مجازی و نیز تماس‌های شما همراهان همیشگی برنامه تلاش می‌کنیم به انعکاس بخشی از نظرات شما بپردازیم. بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ذله در نشست علمی که روزانه در بیت معظم الله برگزار می شود، در پاسخ به این پرسش که اگر اجرای حدود الهی موجب متهم شدن اسلام و بدبینی نسبت به آن شود، آیا ترک اجرای حدود جایز است؟ فرمودند بله و بلکه واجب است. زیرا از شروط اجرای حدود همین است که موجب بدبینی حتی کفار به اسلام نشود. زیرا در مقام تزاحم بین اجرای حدود و بدبین شدن افراد به دین، بدبین شدن به دین اشد است و اهم. لذا باید در مقام تزاحم مقدم شود و در روایات هم به این شرط اشاره شده است. در فقه اسلامی حدود اصطلاحاً به مجازات‌هایی گفته می‌شود که نوع، میزان و کیفیت آن در شرع یعنی قرآن و احادیث مشخص شده است. مشهورترین مثال برای اجرای حدود آیه دوم از سوره نور را می‌توان ذکر کرد، آنجا که باری تعالی می‌فرمایند از زانیت و از زانی فجلدو کل واحد منهما مئت جلده، باید هر یک از زنان و مردان زناکار را به 100 تازیانه مجازات و تنبیه کنید. از آنجایی که مجازات‌های مشهور به حدود اغلب عقوبت‌هایی است که عرفاً در قالب مجازات‌های بدنی دسته‌بندی و در عرف رایج امروز جوامع بشری مجازات‌های خشن ارزیابی می‌شوند، از جمله شلاق زدن، قطع انگشتان دست، قطع دست و پا به صورت ضربدری و اعدام به ویژه سنگسار، فلذا برخی فقها برای اجرای آن بر اساس استنباط از قرآن و سنت شروط سخت گیرانه ای وضع کردند. در کنار شرط مهم الحدود و تدرع و به شبهات که از آن به قانون درع هم یاد می شود و قاضی در صورت اندک شک و شبهه ای نمی تواند حکم اجرای حدود را صادر کند، برخی از فقها بر این باورند که در زمان غیبت امام زمان عجل الله فرجه اجرای حدود متوقف است. این در حالی است که آیت الله العظمی سید صادق شیرازی دام ذله بر مبنای روایات می‌فرمایند امام زمان در زمان ظهور و حکومت عدل جهانی خود هیچ حدی اجرا نخواهند کرد، چون طبق سیره جدشان پیامبر صلی الله علیه و آله و امیر المؤمنین علیه السلام حکومت خواهند کرد. علاوه بر دو شرط مهم فوق ذکر، علما و فقهای زیادی شرط اجرای حدود را بر این گذاشتند که موجب بدبینی به اسلام حتی در نزد کفار هم نشود، که برخی از تعابیری همچون جلوگیری از وهن دین نیز استفاده کردند. در دنیای کنونی که جریانات اسلام ستیز با هر بهانه‌ای سعی در مخدوش کردن احکام و قوانین و تعالیم نورانی قرآن و سنت نبوی و اهل بیت علیهم السلام دارند و تلقی عمومی جوامع بشری از مجازات‌های بدن محور به کلی تغییر کرده و کارکرد تنبیهی و پیشگیرانه آن برای جلوگیری از رواج فساد و فحشا دستخوش چالش‌های اساسی شده است، چگونه می‌توان با اجرای حدود به عنوان احکام اسلامی برخورد کرد؟ اینها و بیشتر از اینها موضوع پرسش‌ها و دغدغه‌هایی هستند که بنا داریم در این برنامه با حضور کارشناسان موضوع به آنها بپردازیم و با مشارکت شما مخاطبان همیشه همراه برنامه به غنای این برنامه بیفزاییم. میهمان امروز برنامه پانوراما جناب آقای ابراهیم ملکی، محقق و نویسنده از مشهد مقدس با ما هستند که از نظرات ایشان و بحث و گفتگو در این زمینه بهره‌مند خواهیم شد. با ما همراه باشید.
جناب آقای ملکی، سلام علیکم، وقتتون بخیر. سلام علیکم، در خدمتتونم. ارادتمندم، وقتتون بخیر باشه. جناب آقای ملکی، آیت الله العظمی شیرازی در نشست علمی که داشتن و بخش از اون پخش رو در برنامه، بحث تزاحم رو مطرح کردند. به نظر می رسد که شارع و به تبع مراجع و فقهای عظام آبرو و اعتبار و عظمت اسلام حتی در نزد کفار رو دارای اهمیت می دانند. بفرمایید که چرا چنین تلقی می شه و عموماً و اساساً چرا احکام حدود بلا مکان و بلا زمان و بلا شرط نیستند؟ فرق بین احکام شرع و احکام حکومتی به شما عرض کنم که در احکام شرع الزام نیست، هیچ الزامی در شرع نیست، اما حدینا سلیل اما شار کردن و اما کبور لا اکراه فتی. اما اطرافشون احکام حکومتیه که الزام آوره، احکام شرعی الزام آور نیست. نسبت به احکام که شما عنوان کردید، هیچ کدام از این احکام احکامی نیست اسلام وضع کرده باشه، هیچ کدام از احکام، احکامی که همه اینها امضایی اسلامه، پیامبر اینها رو امضا کرده، هیچ کدام از اینها احداثی نیست. یک نمونه از احکام احداثی اسلام رو آقایون ندارن، همه اینها احکام امضایی است. بنابراین احکامی که امضایی هست اسلام نیاورده، این اولا احکام رو اسلام نیاورده. کدوم احکام رو اسلام آورده؟ احکام بوده. انبیا تنها کاری که کردند آمدن اینجا تعدیل احکام کردند. فرق بین تعدیل و احکام و احداث احکام فرق میکنه. حدود زمانی که تناقض ایجاد نمیشه، در زمانی که مشکلات ایجاد میشه، و شما به این روایاتی که این همه ما روایات تناقض داریم در جامعه، تناقض فت فراونه که هست، شما به کدوم یکیش از اینها میتونید اعتماد بکنید؟ اولا هیچ کدوم از روایات نمیشه اعتماد کافی داشت، اینجا شما ایجاد میشه. بنابراین احکام اجرا نیست. جناب استاد ملکی صدای بنده رو دارید؟ جناب استاد ملکی، راجع به آیات قرآن چه می‌فرمایید؟ آیاتی که راجع به حدود هست، حد زنا، حد قذف و حد سرقت و دیگر آیات حدود رو شما نظرتون و دیدگاهتون چی هست در این رابطه؟ آیاتی که در قرآن اومده هیچ کدوم اینا ارزماور نیست. تمام فقها، اکثر از فقها هم میگن در زمان غیبه، بعضی ها گفتن در زمان غیبه لازم الاجرا نیست، حدود باید متوقف بشه. و بعدم کی گفته که برفرض من این حدود رو من و شما باید اجرا کنیم؟ اینو باید مشخص بشه که آیا خداوند میزان به شما عرض کنم سنجش اعمال رو، ترازوی سنجش اعمال رو دست هیچ کس حتی پیغمبرش هم نداده به من و شما و جامعه؟ این مربوط به خود خودش. میزان الاعمال که اهل بیت هستن و در روایات هم وارد شده. فت فرعون و متناقض، این همه روایاتی که شما جد
قرن دوم که شروع کردن به جعل روایات نسبت به علم، شما الان تشخیص میدید میگید حضرت عباسی این روایت مال پیامبره؟ الان خیلی از روایاتی که مال یهود وارد اسلام شده، مانند حد سنگسار که دیگه قول مشهور هست که در نزد یهود بوده و اجرا میشده، خود سنگسار رجم ما در قرآن نداریم. این اولا بله، رجم در قرآن نیست، رجم مال یهوده، ادیان مال یهوده، از یهود سرایت کرده به اسلام و این با اون روایاتی که شما دارید میدید با قتل سب منافات داره. قتل سب رو اسلام به شما عرض کنم حتی نسبت به حیوانات جایز نمیدونه. چجوری نسبت به انسان؟ این قصد رجم خودش مثلاق قتل سبره. این تناقضا اینجا بعدا وحن اسلامه، وحن دینه، چیزها عوض شده. خب جناب استاد ملکی، به نکته مهمی اشاره فرمودید که بسیاری از ایراد کنندگان و شبه وارد کنندگان هم همین بحث وحن دین رو مطرح میکنند در این رابطه و اجرای حدود. سوال من این هست، دیدگاه حضرت عالی راجع به مرز بدبینی به اسلام و یا همان وحن اسلام چی هست؟ با چه معیار و ملاکی این بدبینی به اسلام رو میشه تشخیص داد؟ اسلام به شما پیامبر، خود پیامبر با صراحت میگه با اسلام لعتم و مکارم الاخلاق، من به عزت من روی مکارم اخلاق است. اخلاق الزام آور نیست، همون که عبارت قرآن رو من عنوان کردم لا اکراه و دی، آیات فتح فرعونی در قرآن هست. بعد به شما عرض کنم چجوری یک جامعه بتونه به شما عرض کنم مثل حکم رجم که از تناقض داره با روایات ما، حتی میگفتم مصداق قتل صبره، این زش کش کردن. بعد ایشون رجمه، رجم معنای متفاوتی داره، روندنه، نه به معنای سنگسار کشتن و کشتن، معنای متفاوتی درش هست. اینو من یه مقدار شد در کتاب حربه تکفیر و ارتداد آوردم، چون بحث من در شما عرض کنم ارتداد بوده، در اونجا بیشتر من اون کتاب بحث ارتداد رو مطرح کردم. ارتداد رو آقایون چی رو فتوا دادن؟ خواهش میکنم یک مرتبه دیگه اسم کتاب رو بفرمایید برای بیننده های شبکه امام حسین علیه السلام. حربه تکفیر و ارتداد در ادیان و مذاهب تو اروپا چاپ شده. بله، تمام مذاهب، تمام ادیان به شما عرض کنم از این حربه استفاده کردن. حتی به شما از کنم فرون عدیل همه عدیان محمدی، عدیان ابراهیم شد. خیلی از انسانها رو به چوبه دار کشوندن و از دین بردن به نام دین. آیا دین دلیل دین برای اینه که حفظ جان جان بشه، برای حفظ جان این حقدر ارزش قائله که من میگم قتل نفس به خیر نفس و که انما قتل الناس جمیعا جامعه رو کشید. انسان میتونه بدون مبا حکم به قتل بده، در حکم زنا هم که ابتدا فرمودید به شما هست کنم اسلام دنبال اینه که حکم رو بذاره کنار، آمده حکم نصارا رو، حکم یهود رو، قرآن مال خودش نیست، احکام گذشته رو عنوان کرد و بعد آمده یک چیزی سختی های رو در مقابلش قرار گذاشته شرط و شاهد. یا به شما عرض کنم که اقرار طرفه، حتی قاضی داره که به شما عرض کنم بره به ایشون در خونش و مانع از شهادت بشه که اصلا این اقرار کسرمدان. و نمونه های مختلفی در سیره اهل بیت علیهم السلام داریم، به ویژه در زمان امیرالمومنین علیه السلام که افراد مختلفی که اقرار میکردن پیش حضرت، امیرالمومنین اصرار میورزیدن به اینکه اقرارش رو پس بگیره یا کلامش رو تغییر بده.
حاضی حکم شارع هم همینه. ملت فقیه هم آورده که حتی تو روایات زیادی رو هم جمع کرده که ایشون فرمایه که به شما هستم حاضی موظفه کسی رو بفرسته در خونش طرف که اگر میخواد بیاد شهادت بشه بده، خول شده یا خیلی احساساتی شده بگه نه یا این همان کلام آیت الله العظما شیرازی هست که می‌فرمایند حتی امام زمان در زمان ظهور و در حکومت عدل جهانی خود نیز حدود رو اجرا نخواهند کرد، مانند سیره جدشون امیرالمؤمنین و پیامبر خاتم الانبیا که هیچ حدی رو اجرا نکردند. دین الزاور نیست، دین به شما از کنم مندگاری هم بوشید که تو دازه زبور میکنید در حال اعتداد، این یه فکر عقیده است، در حال اسمیشه ثابت نیست، همونطور که جامعه از اون ابتدا تا به امروز ثابت نبوده دین هم ثابت نیست. خانش های متفاوت از دین و دوری از سیره اهل بیت علیهم السلام باعث شده که چنین تناقض‌هایی رو داشته باشیم. جناب استاد ملکی، دقایق پایانی این آیتم هستیم و از شما خواهش میکنم که برای نتیجه گیری و سخن پایانی اگر مطلبی دارید بفرمایید. مطلبی ندارم، مطلبی اینه که اگر ما دین رو درست تبیین بکنیم و تفهیم بکنیم هیچ کس از دین زده نمیشه. ما نه نمازمون الزام آوره، نه حجابمون الزام آوره و نه هیچ کدوم از احکام اینا اگر الزام بود قرب معنا نداشت، قربت هم الى الله نبود. شما ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، اینها یه مسئله ایش فردی، بنابراین یه مسئله شخصی. دین یه امر قطعیه، شما هیچ چیز رو، هیچ کس، هیچ فقیهی و هیچ مجتهدی نمیتونه کسی رو ملزم بکنه که شما این کار رو باید بکنی، هیچ کس، و هیچ کس رو هم نمیتونه شما مرده به عنوان به شما عرض کنم که محارب بشه یا به عنوان به شما از دلم ارداد بشه. اینا در احکام گذشته بوده و آیون استفاده میکردن برای تثبیت قدرتشون، اما پیامبر برای این کار نیامده. شما سیره امیر المومنین و سیره پیامبر با ابو سفیان چه کار کرده؟ ابو سفیانی که سردسته تمام مخالفات بوده، مخالفه پیامبر بوده، با اون جریانی که میاد مکه رو، با اون شورشی که جمعیت اونجا اومده، با همه اتفاقات هزاران اتفاق میتونه بیفته، در اونجا پیامبر مردم رو جمع میکنه میگه الیوم یوم الرحمه، فقط عفو فرمودند، نه روز اتفاق. و ابو سفیان رو بخاطر ایمان نیست اسلام آورده، فرق بیما بین اسلام و ایمان فرق داره. یعنی کسانی که اون حکم به شما مال حکومتیه، نه مسئله دین، چون ایمان امر قلبی، امر قلبی رو هیچ کس نمیتونه بر کسی تحمیل بکنه. احسنتم، تشکر میکنم از شما جناب استاد ملکی، شما با من توافق بکنید. متشکرم از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه پانوراما قرار دادید. متشکرم از شما و خدا نگهدارتون. جناب استاد ابراهیم ملکیم و محقق و نویسنده از مشهد مقدس با ما بودند و مستحضر هستید بیننده‌های محترم که نظرات و آراء و دیدگاه‌های کارشناسان محترم مسئولیتش با خودشون هست. هدف ما افزایش آگاهی شما بیننده‌های محترم هست و برای اینکه نتیجه گیری، قضاوت و تحقیق نهایی با خود شما عزیزان و گرامیان هست. با ما همراه باشید. سلام خدمت شما بینندگان عزیز برنامه پانوراما، امیدوارم تا این لحظه که با ما همراه هستید اوقات خوبی را پشت سر گذاشته باشید.
مؤسسه گفتگو و صلح امام حسین علیه السلام میزبان جمعی از پژوهشگران پاکستانی به سرپرستی شیخ محمد امین شهیدی از روحانیون شیعه پاکستان در حرم مطهر امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا بود. در این مراسم این پژوهشگران پاکستانی مورد استقبال استاد حسن رشید عبایچی دبیرکل آستان مقدس حسینی علیه السلام قرار گرفتند. استاد عبایچی در این دیدار در مورد جدیدترین پروژه‌های بشردوستانه، خدماتی و نیز تلاش‌های آستان مقدس که در راستای دستیابی به زندگی مسالمت‌آمیز صورت گرفته مطالبی را بیان کرد. قابل ذکر است این گروه پاکستانی شامل 45 شخصیت برجسته و سرشناس شیعی، اهل تسنن و صوفی از کشور پاکستان هستند. شهبان عبدالله نایب رئیس پارلمان عراق طی سخنانی اظهار داشت باید از رویکرد امیرالمومنین علی ابن ابی طالب در مبارزه با فساد استفاده کرد. وی همچنین بر لزوم عبرت و درس گرفتن از سیره امیرالمومنین علی علیه السلام و استفاده از رویکرد ایشان در ثابت قدم ماندن در اصول و مبانی، اصلاحات و مبارزه با فساد و دراز کردن دست یاری به فقرا و نیازمندان و یک پارچگی ملی میان همه طیف‌های مردم تأکید کرد. ادوارد مونتگو یکی از سرشناسان اروپایی با انتشار مقاله‌ای درباره حضرت زینب سلام الله علیها نوشت قدرت کلام حضرت زینب در کاخ یزید سنگ را می شکند. به همین دلیل تفکر زینبی یکی از مهمترین عوامل قدرت زنان است و ده و قرب برای محو این تفکر برنامه ریزی می کند. او در این مقاله نوشت زینب یک زن است اما تاج و تخت یزید را تهدید می کند. یزید بر اساس آنچه از زندگی او می دانیم یکی از همتایان غربی ماست، اما حضرت زینب مشابه حضرت مریم است. در واقع ما اعتراف می کنیم این زن خطر بزرگی محسوب می شود، نه تنها برای حکومت یزید بلکه هر حکومتی مانند یزید را تهدید می کند. پس زینب ما را هم تهدید می کند. او از کجا چنین قطعیتی را داشت که یزید هرگز نمی تواند نام او و خاندانش را محو کند؟ باید این چالش را روی میز تحلیل و تحقیق گذاشت. وی معتقد است زینب بالاتر از هر سیاست مداری است و ما الان دلیل همراهی او با برادرش در نبرد صحرا می دانیم. گویا او می دانست این جنگ دوام ندارد. نهادهای قرآنی عراق در راستای پویش بزرگ روز جهانی قرآن کریم که توسط آستان مقدس حسینی برای 27 رجب مصادف با سالروز بعثت رسول حضرت رسول صلی الله علیه و آله راه اندازی شده است، در صدد تصویب این روز به عنوان یک مناسبت رسمی در تقویم این کشور هستند. شیخ حسن المنصوری مشاور امور قرآنی آستان مقدس حسینی در این باره گفت روز یک شنبه در صحن مطهر امام حسین علیه السلام به همراه جمعی از نمایندگان قرآنی جمع شدیم تا مهمترین مقدمات آمادگی برای راه اندازی پویش بزرگ روز جهانی قرآن کریم در 27 رجب را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. در این نشست نمایندگان نهادها و مراکز قرآنی آستانهای مقدس حسینی و زیارتگاه‌های مقدس، نمایندگان کمیته پارلمانی اوقاف و دیوانهای وقف و اتحادیه انجمنها و تجمعات قرآنی عراق و اداره قرآن کریم سازمان هشت شعبی حضور داشتند. در شهر استانبول ترکیه مسجد سید زینب از جمله مساجدی است که برای خدمات مذهبی، اجتماعی و فرهنگی و ایجاد فعالیت‌های جامعه شیعه در ترکیه افتتاح شده است. قابل ذکر است برای ده‌ها نمازگزار ظرفیت دارد. در طراحی بیرونی این مسجد از حرم حضرت زینب سلام الله علیها در دمشق پایتخت سوریه الهام گرفته شده است. بامداد امروز زلزله‌ای به بزرگی 7.8 ریشتر جنوب ترکیه را لرزاند. شدت این زمین لرزه به حدی بوده که در عراق، سوریه و لبنان نیز احساس شده است. عصر امروز نیز زلزله مهیب دیگری با قدرت 7.5 ریشتر نیز مرکز کشور ترکیه را به لرزه درآورد. بنا به گزارش شبکه خبری الجزیره، شمار جانباختگان در کشور ترکیه بیش از 1500 نفر رسیده است
و در سوریه نیز 911 نفر تا کنون جان خود را از دست دادند. به پایان این بخش خبر رسیدیم. ممنونم که با ما همراه بودید. درود و آرزوی سلامتی برای شما مخاطبین خاص پانوراما و عرض تسلیت دارم خدمت شما به خاطر حادثه بسیار بسیار غمباری که امروز صورت گرفت. حادثه زلزله‌ای که جان بسیاری رو زیر آوارها دفن کرد. اما موضوع این قسمت از برنامه اجرای حدوده. اجرای حدود موضوعی هستش که سالیان سال و شاید میشه گفت صدها ساله که کرسی درس براش پایگذاری شده. اجرای حدود در دیگر ادیان هم وجود داره و اجرای حدود یکی از مسائلی که سازمان حقوق بشر در این موضوع دخیله. میخوایم بریم نظر کاربران سوشیال مدیا رو نسبت به این موضوع با هم ببینیم. کاربری به نام مهداد نوشته اجرای حدود الهی منوط به حضور معصومه و دفع مفسده و مصلحت جامعه است. نه معصوم حضور دارد، نه مفسده اولا با اجرای این حکم دفع می شود. ساده است، خیرالامور اوسطها، زندان بروند که برای تخت حکمرانی شما نلرزد، که بنای تخت حکمرانی شما نلرزد، اعدام نشوند تا دل مادران نلرزد و خلقی در هم نریزد. کاربر دیگری نوشته دادستان کل کشور گفت برای آنکه در مجامع بین المللی حقوق بشری محکوم نشویم متاسفانه برخی حدود الهی اجرا نمی شوند. مقامات جمهوری اسلامی می گفتند تسلیم فشارهای حقوق بشری غرب نمی شوند و قوانین اسلامی را اجرا می کنند، اما ظاهرا فشارهای جهانی موجب کاهش مجازاتهای خشن شده. کاربر دیگری ضمن مخالفت با اجرای حدود نوشته اگر تو کشور ما مجازات حدود به درستی اجرا می شد الان هر کس و ناکسی جرأت این غلط ها رو نداشت. خیر سرمون تنها حکومت شیعه در دنیا هستیم. البته ظاهرا ایشون کشور عراق رو حکومت شیعی نمی دونستن. آقا تا هم نوشتن که آقای قاضی اگر حدود الهی رو علنی اجرا کنی اینقدر ارتکاب جرم بی محابا صورت نمی گرفت. ولکم فی القصاص حیات. حسین ضمن اظهار مخالفتش نوشته دادستان کل کشور اعلام کرد به خاطر برخی ملاحظات حقوق بشری از اجرای حدود الهی دست کشیدیم، ولی هنوز هم در شرب خمر حکم حدود اجرا می شود. 80 ضربه تازیانه، ضمن اینکه رانندگی در حال مستی مجازات متناسب و بازدارنده ندارد. محمد حسین هم نوشته با استناد به روایات معصوره و شواهد تاریخی هیچ کس به غیر از امام معصوم توانایی و قابلیت اجرای حدود الهی را ندارد. علاوه بر این که در عصر انسداد باب علم ما اساساً حدود الهی را به درستی نمی شناسیم و زن مطلقاً حجیت شرعی ندارد و الله اعلم. و در آخر کاربر دیگری به نام اصغر نوشته که خدا قصاص را برای پاسداری از خونها و اجرای حدود را برای بزرگداشت محرمات الهی واجب فرمود و این روایتی است از امام علی. بریم ادامه برنامه رو با ما همراه باشید. وقتتون بخیر بیننده های محترم شبکه امام حسین علیه السلام که الان برنامه پانوراما رو
مشاهده می‌فرمایید. اولین قسمت از این برنامه و آخرین آیتم رو رسیدیم، آیتمی که شما بیننده های محترم میتونید تماس بگیرید و در موضوع ترک حدود در صورت بدبینی به اسلام در این بحث و گفتگویی که داشتیم مشارکت داشته باشید. نظر کارشناس محترم رو، جناب استاد ملکی رو دیدید و شنیدید و همچنین نظر کاربران فضای مجازی رو، برخی از اونها رو راجع به اجرای حدود دیدید و شنیدید و الان در خدمت شما بیننده های محترم هستیم که با شماره برنامه پانوراما که در زیرنویس شبکه هم ملاحظه می‌فرمایید، یعنی 20964770703965 تماس بگیرید، از طریق تلفن، واتساپ و ایمو در خدمت شما هستیم و مشارکت شما بیننده های محترم رو داشته باشیم. راجع به قاعده شبهه دارعه و ملاک شبهه دارعه که در گفتگوی امروز هم ازش سخن به میان آمد، روایاتی است در کتب حدیثی معتبر شیعه راجع به شبهه دارعه که پیامبر خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله می‌فرمایند قال رسول الله صلی الله علیه و آله ادرع الحدود بالشبهات، حدود را به واسطه شبهات ساقط کنید. امر پیامبر خاتم الانبیا هست و همچنین حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در نامه 53 نهج البلاغه که مشهور هست به عهدنامه مالک اشتر، جمله‌ای و عبارتی دارند خطاب به مالک که ودرع الحدود بالشبهات، و در روایات مختلف این مضمون شبهه دارعه وارد شده که مشهور فقها می‌فرمایند که ملاک شبهه دارعه مطلق ظن و شک هست. هر ظن و شکی که پیش بیاید قاضی باید اون حد رو ساقط کند. هر نوع شک و شبهه‌ای که به وجود آید باید اون اجرای حد ساقط شود و اجرای حد رو ترک کنند طبق قاعده و ملاک فقهی شبهه دارعه که بحث مفصلی دست فقهای عظام شیعه داره. سخن اینجاست بیننده های محترم شبکه مقدس امام حسین علیه السلام که دین اسلام دینی با قابلیت تبدیل به یک سبک زیست منطبق بر نیازها و ضرورتهای دنیای جدید هست. این سبک زیست حتی برای غیر باورمندان به این دین نیز حرمت و حقوقی در نظر گرفته. لذا یکی از مهمترین شروط اجرای حدود که بسیاری از فقها بیان کرده اند این هست که باعث وهن دین نشه، باعث بدبینی به اسلام نشه، حتی نزد کفار، که در نشست علمی بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامز الله دیدید و شنیدید، در اخبار شیعه هم مطرح شد این بحث و پاسخی که آیت الله العظمی شیرازی دادند که فرمودند واجب است ترک شود اجرای حدود الهی در زمانی که باعث بدبینی به اسلام شود یا به اصطلاح وهن دین شود. لذا چنین دینی با چنین قابلیتی، حالا کارشناس برنامه امشب جناب استاد ملکی هم توضیحاتی که بیان فرمودند دیدید و شنیدید و بیان کردند که بسیاری از این حدود امضای اسلام رو در بر دارد، نه اینکه اسلام این حدود را وضع کرده باشد. بعضی از این حدود مثل سنگسار که اصلا در قرآن هم ذکر نشده. حد زنا در قرآن ذکر شده، آیه دوم سوره مبارکه نور. حد سرقت در قرآن ذکر شده، آیه 38 سوره مائده. حد قذف در قرآن ذکر شده، آیه 4 سوره مبارکه نور. قذف یعنی
عمل منافی عفت رو به انسانی پاک دامن نسبت دادن. حد محارب در آیه 33 سوره مبارکه مائده بیان شده و سنگسار اصلا در قرآن وجود ندارد و بسیاری از فقها و کتب تاریخی هم بیان کرده اند که این حد رجم و سنگسار نزد یهودیان اجرا می شده، چیزی که در قرآن هم وجود ندارد و در هیچ یک از روایات صحیح و سند و کتب حدیثی معتبر شیعه نیز حتی یک مورد سنگسار در زمان اهل بیت علیهم السلام ذکر نشده، این رو دستمایه قرار می دهند برای اینکه بگویند این دین دینی خشن هست، دینی که عرض کردم قابلیت این رو داره که یک سبک زیست منطبق با نیازها و ضرورتهای دنیای امروز ما باشه که حتی برای غیر باورمندان به این دین نیز احترام و حرمت و حق و حقوقی رو در نظر میگیره که آیت الله العظما شیرازی هم فرمودن که اگر اجرای حدی نزد حتی کفار و غیر مسلمانان نیز بدبینی به اسلام ایجاد کند، ترک اجرای آن حد واجب و ضروری است. این دغدغه هایی است که در برنامه اول پانوراما داشتیم با موضوع ترک حدود در صورت بدبینی به اسلام و سخنانی که مطرح شد، چه سخنانی که بنده مطرح کردم، سخنانی که کارشناس محترم برنامه جناب استاد ملکی مطرح کردند و سخنانی که در این برنامه کلن مطرح شد. تنها هدف ما ایجاد آگاهی برای شما بیننده های محترم هست، به ویژه بیننده های فرهیخته شبکه مقدس امام حسین علیه السلام که اهل تحقیق هستند، راجع به اجرای حدود تحقیق می کنند، آیه های مربوطه را مطالعه می کنند، روایاتی که ذیل آیات ذکر شده مطالعه می کنند و نظر فقها رو در زمان های مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار می دن و از مجموع این روایات و مطالب تاریخی و آیه های قرآن نتیجه گیری در نهایت با شماست بیننده محترم و مخاطب گرامی شبکه امام حسین علیه السلام و قضاوت در نهایت با شما خواهد بود. کارگردان به من اطلاع بدید که بله متشکرم. شماره برنامه پانوراما رو خواهش میکنم که نزد خودتون داشته باشید بیننده های محترم، شماره‌ای که در زیرنویس الان ملاحظه میفرمایید سیف کنید در گوشی های خودتون. روزهای زوج ساعت 19 به وقت شهر مقدس کربلا، 19:30 به وقت تهران در خدمت شما خواهیم بود با برنامه پانوراما و آیتم های مختلفی که این برنامه داره با موضوع های مختلف و متنوع، موضوع های اعتقادی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، موضوع های مختلفی که خواهیم داشت و انشاءالله شما هم در برنامه های آتی که روزهای زوج پخش میشه، یعنی برنامه بعدی ما روز چهارشنبه خواهد بود، مشارکت داشته باشید در این برنامه و به دوستان خودتون و نزدیکان خودتون هم اطلاع رسانی بفرمایید. بسیار بسیار سپاسگزارم از همراهی شما بیننده های محترم در اولین قسمت از برنامه پانوراما. متشکرم. دعاگو من آیبوزیارتون هستم. یا علی مدد.